به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و خسته نباشید خدمت تمامی بیننده های عزیز تلویزیون بیگ. امید است جور صحتمند و پر انرژی باشین و یک جمعه خوب و خوش و هفته خوب و خوش را سپری کرده باشین و هفته خوب و خوش را پیش رو داشته باشین. خب بیننده های عزیز، بازم عصر جمعه است، برنامه نیو تیک نیم ساعت مهمان خانه های شما می باشم. در آغاز میریم طرف داشته های برنامه ما که چی چیزها تقدیمتان میشه. در ادامه برنامه با ما باشین. خب بینده های عزیز، بازم خوش آمدین. داشته های برنامه را دیدیم. در آغاز اولین تکنولوژی را که براتون به معرفی میگیرم ربات است. خب تمام یا بعضی از افراد، بعضی شخص ها دوست دارن تا حیوانات خانگی، حیوانات اهلی را در خانهشان نگهداری کنن. اما نگهداری حیوانات، بعضی حیوانات هم از نگاه اسلام ممانعت وجود داره، هم از نگاه صحت. و در این اواخر حیوانات که اگر نگهداری حیوانات داشته باشیم، میتونه ویروس کرونا از طریق حیوانات به انسان ها هم تیر شود. خب حالا اگر کسایی که دوست دارن، مانند سگ است، روباتیک سگ رونمایی شده که نام این سگ ایگ است. ایگ است و اولین بار در CES 2020، در نمایشگاه CES 2020 رونمایی شد با قیمت حدود $10,000. و این سگ 12 کیلوگرم وزن داره و 5 کیلوگرم حمل کرده میتونه. چیزهای 5 کیلوی را به این سگ بتین حمل کرده میتونه تا کجا بگوین. و همچنان چهره اما صاحب خود شناسایی میکنه و میتونه صاحب خود تا هر آنجایی که بخواه بره تعقیب بکنه. همچنان پرش و ملاق زدن، بعضی کارهای دیگه هم یاد داره این سگ. میریم طرف معلومات و گزارش، ما میبینیم که روبات دیگه چه چیزهای خصوصیات دیگه داره. سگ روباتیک ایگ با قیمت حدود $10,000 توسط شرکت یونیتری تولید و معرفی شده و قابلیت پشتک زدن و دویدن به دنبال شما را دارد. در ادامه این ویدیو معرفی این ربات را مشاهده می کنید. شرکت چینی یونیتری یک ربات پیشرفته به شکل یک سگ را ساخته که قابلیت های شگفت انگیزی دارد. این سگ رباتیک که ایگ نام دارد، برای اولین بار در نمایشگاه 2020 کمیسیون بورس و اوراق بهادار معرفی شد و چینی ها به دنبال این هستند که با تولید انبوی آن وارد مرحله تجاری سازی این ربات جذاب شوند. ایگ فقط 12 کیلوگرم وزن دارد و می تواند در هر ثانیه 3.3 متر مسافت را طی کند. حمل بار تا 5 کیلوگرم، حد اکثر سرعت 11.88 کیلومتر بر ساعت، را رفتن آرام و تند در مسیرهای مختلف، پشتک زدن، حرکت روی سطوح متفاوت، پرش، بالا و پایین رفتن از پستی و بلندی ها و دنبال کردن صاحب خود از دیگر قابلیت های این ربات محسوب می شود. ایگ دارای عرض حدود 30 سانتی متر و طول حدود 60 سانتی متر است و باتری آن در حالت شارژ کامل تا 2 ساعت کار می کند و انرژی لازم را به موتور ربات می رساند.
دوربین به کار رفته در ربات می تواند از اطراف تصویر برداری کند و به این ترتیب از این ربات هوشمند می توان استفاده های مفیدی کرد. می توان سگ رباتیک شرکت چینی یونیتری یعنی A1 را با سگ رباتیک شرکت بوستون داینامیکس به نام اسپات مقایسه کرد. به نظر می رسد صنعت روباتیک وارد مراحل پیشرفته و جذابی شده و اکنون بسیاری از شرکت ها و نهادهای مختلف از ربات ها برای کارهای گوناگون استفاده می کنند. خب دوباره خوش آمدین بینده های عزیز، حال هم وقفه کوتاه میگیریم، دوباره از زود برمیگردیم. خب باز هم خوش آمدین بینده های عزیز. اپل واچ یک کمپانی امریکایی است که تلفن و ساعت های هوشمند، بعضی چیزهای هوشمند میسازه که ساعت های هوشمندش زیادتر در اواخر به خاطر صحت انسان مفیدیت های زیاد داشته و در اپدیت جدیدش هم مفیدیت یک ارزش خاص را داره و در این اواخر که ساعت‌هایی که ساخته میشه میتونیم بگوییم مانند یک دکتر کوچک در نزد ما است. مثلا در گذشته ها قابلیت سنجش خون داشت و همچنان تحلیل ضربان قلب که نامنظم شوه خبر میداد. حالا هم پیش بینی حملات عصبی را به ما هشدار میده. چند دقیقه پیش بر ما هشدار میده که در حملات عصبی بالای ما شاید بیاید تا ما مراجعه بکنیم در دکتر. این ساعت بسیار از نگاه تمام چیز هوشمند و مانند یک دکتر کوچک به شماست. یعنی ساعت اگر ساعت انتخاب کنیم بهترین ساعت است. امیدوار هستم نرخش پایین تر باشه تا هر کس بتونه از این ساعت ها به خاطر صحت خود خریداری بکنه و در دست خود بگذاره. خب میریم طرف گزارش، دوباره زود برمیگردیم. یکی از قابلیت‌های جدیدی که قرار است در سیستم عامل واچ OS 7 به اپل واچ اضافه شود، امکان پیش‌بینی حملات عصبی و هشدار دادن به کاربران قبل از وقوع وحشت زدگی است. یکی از تحلیلگران حوزه تکنولوژی به نام جان پروسر در مصاحبه با گرید اپ بیان کرده که اپل در حال کار بر روی یک قابلیت جدید اپل واچ است که به کاربران این ساعت هوشمند اجازه می دهد قبل از وقوع حملات عصبی و وحشت زدگی یک هشدار دریافت کنند. این قابلیت با اندازه‌گیری سطح اکسیژن خون و تحلیل ضربان قلب کاربر الگوی تنفسی او را آنالیز می کند تا تشخیص دهد تنفس غیر طبیعی و دم و بازدم بیش از حد سریع در حال انجام است یا خیر. تنفس غیر عادی معمولاً بر اثر ترس و یا استرس ایجاد می شود و یکی از نشانه های اولیه بروز حملات عصبی و به خصوص وحشت زدگی است. به لطف این ویژگی جدید اپل واچ می توان پیش از وقوع حمله اصلی و وحشت زدگی کاربر را از این موضوع مطلع کند و با نمایش راهنمایی برای تنفس آرام مرحله مرحله وحشت را از او دور کند. این قابلیت به خصوص برای کاربرانی که پیش از این نیز سابقه حملات عصبی و وحشت زدگی داشتند، به خصوص در مواقع حساس و بحرانی مانند زمان رانندگی کردن و یا مواقعی که کاربر در میان جمعیت زیادی از افراد غریبه قرار می‌گیرد، می‌تواند نجات بخش باشد.
البته این اولین بار نیست که چنین قابلیتی را در گجیدهای هوشمند می‌بینیم، اما هنوز مشخص نیست که آیا اپل آن را تنها به دارندگان ساعت‌های هوشمند اپل واچ 6 محدود خواهد کرد و یا دیگر مدل‌های اپل واچ نیز از آن برخوردار خواهند شد. طبق گفته‌های آقای پرازر، کار کردن این قابلیت علاوه بر واچ اویس 7 به سخت افزار جدید نیز احتیاج دارد. البته افشاگر معروف ماکس وینباچ و کانال یوتیوب Everything Apple Pro در ماه گذشته بیان کرده بودند که این قابلیت در ساعت‌های هوشمند سری اپل واچ 4 و مدل‌های بعد از آن قابل استفاده خواهد بود. جان فراز گفته است که ابزار اصلی برای راه اندازی این قابلیت جدید اپل واچ سانسور اندازه‌گیری سطح اکسیژن خون است و از آنجایی که تمام مدل‌های اسمارت واچ اپل حداقل بر روی کاغذ از این قابلیت برخوردار هستند، میتوان احتمال داد که شاهد عرضه این ویژگی برای تمام آنها باشیم. این احتمال وجود دارد که اپل در رویداد آتی خود، یعنی کنفرانس 2020 توصیه دهندگان در سراسر جهان، از این ویژگی نرم افزاری رونمایی کند و یا اینکه همزمان با رونمایی از نسل ششم اپل واچ شاهد معرفی آن باشیم. حتی این احتمال نیز وجود دارد که عرضه این قابلیت تا سال بعد به تأخیر بیفتد. خب بینده های عزیز، وقتی که ما لباس می پوشیم یا پتلون یا هم کرتی پتلون یا تا شار برای چند لحظه میریم، دوباره پس برمی گردیم، در لباس ما گرد و غبار می شینه، یا هم اگر لباس ما سفید باشه شاید تا خانه بیاییم رنگ سفید به رنگ گندمی تبدیل شوه. خب کمپانی سامسونگ الماری جدید خدا به نام ایردرسر وارد بازار کرده که یه الماری مخصوصا به خاطر لباس است و امو فشاره که داره، فشار خیلی زیاد داره، لباس وقتی که بیرون میریم دوباره بیاییم امو لباس خدا در کوکبند های مخصوص، هر کوکبند نی که از شار بگیریم کوکبند های مخصوص داره، در او بند میکنن و درمالی میگذاره و با امو فشار خود گرد و غبار تمام چیز پاک ستره میکنه، همچنان به لباس های ما عمر طولانی تر میتن. یک خوبی دیگه از او ای است که در این اواخر ویروس و کرونا هم است و ما باید لباس های خود از شار آمدیم زدفونی کنیم و او زدفونی هایی که میکنیم یا بو داره یا لباس خراب میکنه یا جلد خراب میکنه، اما این الماری خودش با امو زدفونی میکنه، همچنان خوشبو میکنه لباس ما را. بیشتر میریم طرف تصویر ما. شرکت سامسونگ محصول جدید خود به نام ایردرسر را وارد بازار کرد. محصول جدید سامسونگ از جریان پرفشار هوا، بخار برای جدا کردن گرد و غبار از لباس تازه و ضد عفونی کردن آنها استفاده می کند. جنیفر سانگ، معاون محصولات خانگی دیجیتال سامسونگ می گوید سامسونگ با ارائه این محصول برای نگهداری لباس ها در خانه، زندگی مدرن را یک بار دیگر ارتقا داده است. به این ترتیب مشتریان امکان پیدا می کنند تا وقتشان را صرف کارهای مورد علاقه شان کنند. پس از آنکه لباس را داخل این دستگاه آویزان کردید، کافی است برنامه مورد نظرتان را روی دستگاه فعال کرده و منتظر شوید تا دستگاه کار خودش را انجام دهد. ده
منفذهای جت ایر و آیر هنگرز هوا را با فشار به لباس دمیده و به این ترتیب گرد و غبار را از آن گرفته و پارچه ها را نرم می کند. دستگاه آیر دریسر با استفاده از قابلیت فیلتر بوبر خود لباس ها را تازه کرده و جرم های تولید کننده بوی روی پارچه که به دلیل عرق بدن، تنباکو یا غذا به وجود آمده اند را متلاشی می کند. و همزمان از بو گرفتن فضای داخلی خود دستگاه هم جلوگیری می کند. دستگاه آیر دریسر کار اوتوی لباس ها را هم به صورت کامل انجام داده و با توجه به اینکه به شستشوی مداوم آنها را از بین می برد، در واقع عمر لباس ها را بیشتر و صدمه به پارچه را کمتر می کند. دستگاه آیر دریسر کار اوتوی لباس ها را هم به صورت کامل انجام داده و با توجه به اینکه به شستشوی مداوم آنها را از بین می برد، در واقع عمر لباس ها را بیشتر و صدمه به پارچه را کمتر می کند. قابلیت های هوش مصنوعی این دستگاه هم به شما امکان می دهد بهتر و ساده تر از لباس های خود مراقبت کنید. خب بینده های عزیز، الماری بسیار عالی بود. امیدوار هستم در بازارهای جهانی عرضه شود و کسی که دغدغه مالی نداره از این الماری خریداری بکنن. بهترین الماری است، اگر به انتخاب الماری باشه بهترین است. خب حالا هم میریم طرف وقفه کوتاه، دوباره زود بر میگردیم بینده های عزیز. خب دوباره خوش آمدین بینده های عزیز. آخرین تکنولوژی ماست دستبند. خب عکس‌های شیائومی در صفحات مجازی نشر شده و خیلی ها منتظرش هستند تا این دستبند زودتر وارد بازار شود و همچنان کمپانی هومه تایید کرده که این دستبند ها در حال تولید است. در این بیشتر معلومات در گزارش ما میبینیم. یک گزارش کوتاه ماده ساختیم، دوباره زود برمیگردیم. عکس شیائومی میبند 5 در حالی در فضای مجازی فاش شده که بسیاری از کاربران مشتاقانه در انتظار دیدن طراحی و امکانات نسل جدید دستبند سلامتی شیائومی هستند. کمپانی هوامی رسما تایید کرده که دستبند شیائومی میبند 5 در حال تولید است و تا چند ماه دیگر در سال 2020 شاهد عرضه آن به بازار خواهیم بود. این موضوع از آنجای اهمیت دارد که هوامی شریک اصلی شیائومی در تولید دستبندهای سری میبند 5 محسوب می شود و حالا با فاصله کوتاهی از آن، گزارش چندین تصویر با جزئیات بالا از میبند 5 در اینترنت منتشر شده است. اگر این تصاویر واقعی باشند، مشاهده می‌کنید که طراحی نسل جدید کاملاً دیگرگون شده و به جای یک نمایشگر مستطیلی با حاشیه‌های زیاد، حالا شاهد یک نمایشگر بیزی شکل هستیم که تقریباً تمامی سطح این گجت را می پوشاند و تنها دارای یک حفره در قسمت پایینی هست. احتمال زیادی وجود دارد که در این حفره شاهد یک دوربین سلفی باشیم، هرچند که با توجه به اندازه بسیار بزرگ آن نسبت به ابعاد خود نمایشگر احتمالاً غیر واقعی بودن این تصاویر نیز وجود دارد. در این گزارش یک بند توصی در عکس شیائومی میبند 5 دیده می شود.
اما احتمالاً این تنها رنگی نیست که کاربران قادر به خریداری آن خواهند بود. طبق گزارش هایی که اخیراً منتشر شده است، نسل جدید دستبند سلامتی شیائومی خارج از کشور چین از NFC پشتیبانی خواهد کرد. این موضوع میبند 5 را به اولین دستبند سری شیائومی تبدیل میکند که در خارج از کشور از این ارتباط مدرن پشتیبانی میکند. بر مبنای گزارش‌های منتشر شده از سوی تیزین هلپ، میبند 5 شیائومی دارای یک نمایشگر 1.2 اینچی خواهد بود که پیشرفت قابل توجهی نسبت به نمایشگر مولد نسل قبل که تنها 0.95 اینچ فضا را در اختیار کاربر قرار می‌داد محسوب می‌شود. البته علاوه بر افزایش مساحت این پنل جدید، با روشنایی بالاتر و با کنتراست بیشتر به کاربر اجازه می‌دهد که زیر نور مستقیم خورشید هم بتواند محتوای نمایشگر را راحت‌تر مشاهده کند. جزئیات بالاتر و آیکون‌های بزرگتر نیز از دیگر نتایج بکارگیری نمایشگر بزرگتر نسل پنجم میبند به شمار می‌رود. در حال حاضر دستبندهای سری شیائومی تنها داخل کشور چین از NFC پشتیبانی میکند، اما با فعال شدن این قابلیت در شیائومی میبند 5 کاربران میتوانند از سرویس های نظیر گوگل پی و دیگر روش های پرداختی استفاده کنند. نسخه جهانی شیائومی میبند 5 از پرداخت بدون تماس پشتیبانی میکند و میتوان از آن برای موارد نظیر پرداخت بلیت اتوبوس و مترو بهره برداری کرد. خب دستبند دیدیم، امیدوار هستم زودتر تولید شود و کسایی که منتظر بودن از این خریداری بکنن. خب بینده های عزیز، رسیدیم در آخرین لحظات برنامه امروزی و امیدوار هستم تکنولوژی هایی را که براتون به معرفی گرفتیم خوشتان آمده باشه. خب این بود نیوتیک این هفته. ما تا نیوتیک دیگر، هر یک شما را به خداوند متعال می سپارم. همیشه سبز ببینین و در اخیر کرونا را جدی بگیرین، به خاطر ما، به خاطر خودت و به خاطر تمام افغانستان ما. خدا نگهدار.